با درود خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه امیدوارم حال تو خوب باشه امروز با برنامه دیگر که در رابطه با سینمای فاسد جمهوری اسلامی صحبت بکنیم از یک ماجرایی که دستیار کارگردان یک فیلم سینمایی روایتی داشته از لجنزار پشت صحنه سینمای ایران بسیار حیرت انگیز هست که یک دستیار کارگردان روایتی از فساد اخلاقی بازیگران کارگردان ها و عوامل سینمای ایران صحبت میشه و این رژیم اولش که اومده بود سینمای فیلم های قبل از انقلاب رو فاسد میدونست کلیه هنرمندان معروف رو ممنوع کار کرد همین آقای خاتمی که وزیر ارشاد بود در اون دوره حالا سینمای جمهوری اسلامی ببینین با کجا رسیده که عوامل تولید شکایت کردند که فساد فساد اخلاقی در سینما ایران بیداد میکنه امروز در این باره صحبت میکنم و روایت که دستیار کارگردان بوده و یکی از بازیگران به نام فرهاد اسلانی به او تعرض کرده توجه کنید شخصی به نام فرهاد اسلانی. فرهاد اسلانی در اواخر دهه شست با یک سریال پلیسی در گروه اجتماعی تلویزیون درباره یک ها بود وارد کار تصویری شد نقش منفی یک کاری بود که آقای نقیلو کارگردانش بود و در گروه اجتماعی شبکه اول تلویزیون درباره معتادان بود و تقریبا مثل آینه عبرت بود و شایدم یکی از قسمت های آینه عبرت بود و آقای نقیلو اونو کار کرده بود و این شخص علاقمند به سینما بود اومد در اونجا کارش رو شروع کرد و کردم هست بچه بیجار کردستان بود حالا ببینید به کجا رسیده و جمهوری اسلامی چگونه به اینها میدون داده تا یک آدم بی سواد لومپن که وارد سینما شد و الان این رفتار رو انجام میده حالا روایت سمیه میر شمسی من سمیه میرشمسی که در پشت صحنه یک فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای علی مردانی با سمت دستیار دوم کارگردان حضور داشتم این روایت من است از آزاری که از طرف فرهاد اصلانی در یکی از فیلم های حاطف علی مردانی دیدم و ایشان با وجود اطلاع از ماجرا نه تنها هیچ برخوردی نکرد بلکه من را به هاشی سازی متهم کرد حالا که چند روایت درباره اصلانی منتشر شده من هم جرأت می کنم و روایت خودم را رو می نویسم به احترام دوستان و همکارانم نام فیلم و افراد دیگر را نمی نویسم در یکی از فیلم های حاطف علی مردانی با سمت دستیار دوم کارگردان مشغول به کار شدم. پروژه پربازیگری بود و لوکیشن ثابت ما یک خانه قدیمی سه طبقه در مرکز تهران بود. یکی از وظایف من بردن بازیگران از اتاق گریم و لباس که روی پشت بام بود به صحنه بود. اونهایی که با اصلانی کار کرده اند می دانند که همه او رو امو فرهاد صدا می زنند. یکی از روزها بعد از تمام شدن پلان او لباسش رو درآورد و به من داد و گفت ببر بالا به اتاق لباس. من لباس رو گرفتم و به مسئول لباس که اونجا ایستاده بود تحویل دادم. چند ساعت بعد در اتاق رخکن در حال پوشیدن لباس جدید خودش بود من طبق وظیفه رفتم و از بیرون صداش کردم که امو فرهاد الان فلان سکانس رو میگیریم ناگهان با یک پرخاش عجیب و صدایی که از اربده بلندتر بود سر من فریاد کشید و گفت کی به تو گفته به من بگی امو فرهاد کی اصلا به تو اجازه داده با من حرف بزنی چرا وقتی من لباسم رو به تو میدم که ببری بالا و بذاری در اتاق لباس رو به یکی دیگه میدی من میخوام تو از این پله ها بالا و پایین بری من میخوام تو بیشتر کار کنی مگه نمیدونی دستیار دو در اختیار بازیگره تو در اختیار منی و هر کاری که من میگم باید انجام بدی این دیالوگ ها رو با چنان خشمی فریاد میکشید که حتی یکی از بازیگران که در حال تعویز لنزش بود هول شد و لنز رو زمین انداخت من از ترس میلرزیدم و نمیدونستم این یک شوخی است یا واقعا جدی میگه این حجم توهین برای من قابل باور نبود صداش رو نه تنها کل گروه که خود آقای کارگردان هم قطعا شنید اما هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت بعد از پایان روز براش پیغام فرستادم و نوشتم سلام آقای اصلانی سمیه هستم میخواستم بابت اینکه امروز شما رو به اسم کوچک صدا زدم عذرخواهی کنم در ضمن خواستم بدونین که من خیلی کمتر از شما در سینما کار کردم اما میدونم که دستیار دوم کارگردان وظیفش مشخصه و در اختیار بازیگر نیست اگر شما کسی رو لازم دارید بهتره برای خودتون دستیار شخصی بیارید من دارم کارم رو بهتر و بیشتر از هر کسی انجام میدم و لازم نیست شما از من کار اضافه تری بخواهید. من روزانه بارها و بارها اون پله ها رو بالا و پایین میرم. چند روز گذشت. اصلانی رسما پادشاه صحنه بود و هیچ وقت حتی یک کلام از سمت کارگردان یا اونهایی که می توانستند جلوی رفتارش رو بگیرند صدایی در نمی اومد. در یکی از روزها همه در اتاق گریم جمع بودیم یکی از بچه ها پفک خریده بود و با هم گپ می زدیم و منتظر بودیم تا کار گروه نور تمام بشه اصلانی هم بود و با موبایلش مشغول بود یکی از پسرها از روی میز کنار او یک پفک برداشت و به سمت پشت بام رفت ناگهان اصلانی با یک لحن خشک خطاب به او گفت بذار سر جاش اون پسر نفهمید که شوخی میکنه یا جدی است با خنده به راهش ادامه داد اما اصلانی با مشت به روی میز کوبید و با اربده به سمتش حمله کرد و با مشت و لگد به جانش افتاد و با قدرت به پشت بام پرتش کرد هیچ کس جلوش رو نگرفت یا از حیرت و یا جرأت نداشتن به سکانس های شب رسیدیم در یکی از شبها در اتاق گریم به من گفت از من میترسی؟ گفتم نه آقای اصلانی گفت پس چرا با من حرف نمیزنی؟ چرا دور از من می استی؟ گفتم حرف خاصی که خوشتون بیاد بلد نیستم و از اتاق بیرون رفتم. اصلانی گفت که برای سکانس امشب حتما باید سرخوش باشه. یکی از بچه ها رو فرستادند و براش از خونه مشروب آورد و او هم نوشید. آنقدر نوشید که روی پا نبود و دیالوگ ها رو نمیتونست بیان کنه. پلان مدام تکرار و تکرار میشد اما فایده نداشت. اون وسط مدام سعی می کرد با من ارتباط بگیره و صمیمی بشه. اونقدر معلوم بود که یکی از بازیگران من رو کنار کشید و گفت سومیه جلوی چشمش نباش. امشب تو دختر منتخب امو فرهادی. مجبور شدند زودتر برای شام تعطیل کنند که لاعقل حال او کمی بهتر بشه. همه برای شام به حیات رفتند. از من خواستند برای اصلانی قهوه ترک غلیز درست کنم و ببرم تا سراحال بیاد. با یکی از بچه ها در پشت بام نشست و من هم مشغول قهوه درست کردن شدم. کسی جز من و اون همکار و آقای اصلانی نبود. قهوه رو براش بردم و گفتم بفرمایید. نفر سوم هم بلند شد که بره ناگهان اصلانی دستم رو محکم گرفت و گفت بیا بشین روی پام چرا از من میترسی من رو کشید سمت خودش و از من خواست صورتش رو ببوسم دستم را فشار میداد مجبور شدم روی زمین بشینم که همین باعث شد همکارم که در حال رفتن به صحنه بود متوجه بشه و برگشت اسلانی ناگهان زد زیر گریه و گفت از من نترس من بد نیستم من خیلی چاقم من بیچارم نمیدونستم که باید چه کار کنم فقط میخواستم دستم رو ول کنه و من برم همکارم دست اسلانی رو از دستم جدا کرد و به خاطر من موند اگر رفته بود نمیتونستم از دستش فرار کنم و مجبور می شدم فریاد بکشم. به زور همکارم قهوهش رو نوشید و همونجا شلوارش رو پایین کشید و جلوی ما شاشید. فردای آن روز کل اتفاق رو به حاطف علی مردانی که هم تایی کننده بود و هم کارگردان گفتم. پاسخش این بود. من کاری به این چیزا ندارم. حاشیه درست نکن. از آن روز تا آخر فیلم برداری با اصلانی یک کلمه هم حرف نزدم و او هم کاری با من نداشت. من در سینمای ایران شانس کار کردن با بهترین کارگردان ها و بهترین گروه ها رو داشتم. همین اصلانی در جلوی دوربین یک کارگردان بزرگ جرأت این رفتارها را ندارد اما این فقط در بعضی پروژه هاست در بسیاری از پروژه ها بازیگران پادشاهی می کنند و ما بچه های پشت صحنه به راحتی آزار می بینیم و حذف می شیم. چون بازیگر راکور داره وقتی یک بازیگر بزرگ با یک کارگردان کوچک کار کنه همه می دونیم که بازیگر پادشاه صحنه است. سمیه میرشمسی در پایان اینجوری نوشته وقتی روایتم رو با نام خودم منتشر میکردم تصورم آن بود که با موجی از حملات و ترورهای آنلاین روبرو میشم. اما اگر حتی یک هزارم هم می که چقدر پشتم به تمام رفقایی که می شناسم و نمی شناسم گرم است همان روز با اولین آزار در پشت صحنه چنان پاسخی رو فریاد می زدم که دیگر کسی جرأت یک بی احترامی کوچک را هم به خودش نده من حالا این رو فهمیدم مثل تو تو هم حالا فهمیدی که اگر کسی نگاه چپ به تو کرد دستش رو جلو آورد خواسته کثیفی داشت و فکر کرد چون به هر دلیل از تو ارشد پس مالک تو هست مقابلش بیست رسواش کن و دلت قرص باشد که یک جهان با توست سلاح آنها در برابر ما ترس است ترسی که باعث شد من هفت سال با آن خاطره تلخ زندگی کنم و دم نزنم اما وقتی پنج نفر روایتشون رو گفتند من هم جرأت کردم و نوشتم و شدم ششمین نفر اگر به من میگید شجاع این رو بدونید که اگر شجاعتی هست اون رو از تمام روایت قبلی گرفتم پس شما هم شجاع باشید و کاری کنید که حداقل بعضی های دیگه هم با کابوس از خواب بپرند ما همدیگر رو پیدا کرده ایم و این بدترین خبر عمر بعضی هاست. خب دوستان عزیز این برنامه امروز تصویر پارسه بود که در مورد مسائل اخلاقی و فساد اخلاقی که در سینمای جمهوری اسلامی بسیار است که این یک نمونش هست و به قول همین سمیه باید افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می گیرند شجاعت داشته باشند و افشا کنند و این روند کثیفی که در همه جا جای جا جمهوری اسلامی وجود داره اون رو افشا کنند و جلوی مفسدان جمهوری اسلامی از از گرفته تا مسائل اقتصادی، مسائل اداری به هزاران فسادی که در جمهوری اسلامی رشد کرده. با سپاس از همراهی 说嘛？